سلام بینندگان محترم، من بهداد هستم از کشور زیبای ایران. مردم مهربان ایران آرزوی بهترین ها را برایتان دارند. خوش آمدید به برنامه من در مورد سریالی خوب که از قرآن کریم الهام گرفته شده است. فیلم استثنایی ما به نام مردان انجلس می باشد. کارگردان مشهور ایرانی سینما و تلویزیون فرج الله سلحشور با سریال تلویزیونی مردان انجلس که برای اولین بار در سال 1997 پخش شد اثری عالی به جا گذاشت. این سریال بر اساس داستان قدیمی و اسلامی اصحاب کهف می باشد که در قرآن کریم نیز آمده است. ضمناً این سریال به زبانهای عربی، اردو، بنگالی و انگلیسی نیز موجود می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا داستان این سریال در روم شرقی به سال 137 میلادی برمیگردد، در زمانی که تعداد پیروان عیسی مسیح به تدریج افزایش می‌یافت. It is the year 137 AD, 890 years after the establishment of Rome. Rome, Athens, Antioch, Crete, Cyprus, Palestine, Syria and most importantly Philadelphia. Everywhere has been occupied by God worshipers. تماشاگران با این سریال به سرزمین فیلادلفیا در روم شرقی می روند، جایی که فرماندار آن دسیوس پی می برد که 6 نفر از مشاوران اصلی از جمله دامادش ماکسیمیلیان در خفا پیرو تعالیم مسیح هستند. Have even infiltrated our palaces. Our presence in the palace as advisors to Diocletian is to the advantage of our fellow believers. What if I prove it to you? It is enough for me to doubt someone. Maximilian, your identity cannot be kept hidden forever. He found evidence. You must watch Maximilian. Don't you think that with such a great number of Christians, we can topple Diocletian's government. این 6 مرد تصمیم میگیرند که از دست سربازان دسیوس فرار کنند و به غاری در کوه بیجلوس که در جوار روستای رقیم بود پناه بردند. یکی از دوستان مسیحیشان نیز که یک چوپان بود با سگش به آنها میپیوندد. این 7 فرد مقدس در غار به خواب رفتند و وقتی بیدار شدند تملیخا به شهر رفت تا برای دوستان گرسنه‌اش آذوقه خریداری کند. او وقتی دروازه و شهر را دید شگفت زده شد، زیرا از زمان فرارشان در شب قبل تغییر بسیار کرده بود. برای وی عجیب بود که مجسمه های مسیحی و صلیب ها در همه جای شهر دیده می شدند. او با تردید به نانوایی می رود تا نان بخرد، ولی نانوا از او می پرسد که آن سکه ها را از کجا آورده است. تملیخا به نشان دسیوس بر روی سکه اشاره می کند، ولی نانوا به او مشکوک می شود. سربازی با شنیدن جر و بحث آنها تملیخا را به نزد فرماندار شهر می برد. فرماندار شهر از تملیخا می پرسد که این سکه های مرموز را از کجا آورده است. تملیخا در جواب شهر می دهد که چطور شب پیش او و دوستانش به غاری گریختند.
فرماندار در کمال تعجب به او اطلاع می‌دهد که دسیوس 3 قرن پیش زندگی می‌کرده است، ولی اکنون همه مردم فیلادلفیا مسیحی شدند. این 7 مرد پی می‌برند که به مدت 300 سال در غار خوابیده بودند. با وجود اینکه کل جمعیت فیلادلفیا مسیحی شده بودند، ولی این 7 قدیس حس می‌کردند که اکنون نوعی دیگر از مسیحیت وجود دارد و بسیاری از تعالیم عیسی با آنچه در زمان آنها بود فرق دارد. ما بندگان ضعیف و خطاکاری بیش نیستیم و خود را لایق این همه لطف و عنایت خداوند نمی‌دانیم. زمانی که شربت لطف خدا را نچشیده بودیم و لطف او را در حق خود به این وضوح ندیده بودیم و صدای اشتیاق او را این گونه نشنیده بودیم، از همه علایق خود دست شسته و خدا را برگزیدیم. حال که تمام بندهای وابستگی من گسسته و جز خدا هیچ چیز و هیچ کس برای من نمانده، باید چه کنیم؟ به وضوح شاهدید که دنیا با همه مظاهرش به ما روی کرده. یکی ما را موجب بقای حکومتش می داند. ما را آرزوی ملکوت خدا بند بود، اما پس از گذشته 300 سال هنوز اسیر زمین. خداوند خود می داند که دنیا برای ما تنگ و تاریک است، چون قفس در خود می فشارد. من آرزویی ندارم جز این که هرچه زودتر از این قفس رها شوم. اکنون باید این 7 یار از مخمصهشان بیرون آیند. آیا آنها آزادی را خواهند یافت؟ آیا می توانند به مردم کمک کنند تا از تعالیم واقعی عیسی مسیح آگاه شوند؟ سریال 25 قسمتی مردان انجلس بینندگان را با داستان قرآنی معجزه آسای اصحاب کهف آشنا می کند. مردان انجلس سریالی الهام بخش در مورد گروهی از ممارست کنندگان مخلص است که ایمان دوباره‌ای به تماشاگرانان می بخشد. حتی امروزه نیز در میان مسلمانان این مردان مقدس به عنوان قدیس شناخته می شوند. سریال مردان انجلس اثری زیبا از تعالیم با ارزش قرآن کریم است.